از این 80 درس 6 تا تست میاد که معمولا هم از این 6 تا تست 2 3 تا شاید تقریبا نصفش دشواره. یعنی اینجوریه که تو به دانش آموزی که حالا میاد میگه دانش آموز اومده خودش تواضع کرده میگه آقا من ریاضیم ضعیفه، یه محفظه بگو زیاد، اون منظورش اینه که خب چه محفظه بگی بتونه تستاشو حل کنه. پس اینجوریه که آقا تو میگی برو 6 تا اینو میزنی، نه بهش حالی کن بگو آقا این 6 تا تست میاد ولی مثلا شما خوب کار کنی 3 تا 4 تاشو میتونی بزنی، یه محفظه دیگه هم انتخاب کن. برای خواهش میکنم ما الحمدلله اینجا در کلاسینو مشاورین حرفه‌ای داریم. من خواهش میکنم سرنوشتتون رو به دست مشاورینی که حالا ما نمیدونیم کیان، از کجا اومدن، چجوری هم تو فضای مجازی هم واسه خودشون ریختن همچین نظر میدن، استفاده با احترام به تمام مشاوران رو. من حالا نمیدونم راجب کلیت ماجرا رو من نمیگم، برخی طرف مثلا خودش سال گذشته کنکور داده الان داره مشاوره میده، ببین تو هنوز اونقدر پخته نشدی که بتونی مشاوره بدی. برای من خواهش میکنم سرنوشتتون رو در مورد اینجور موضوعات یا از خود معلم‌ها کسب تکلیف کنید یا از مشاورهای کاملا حرفه‌ای انشالله که ما تو کلاسینو داریم و حتما جای دیگه هم هستن. خب این هم از این. پس بچه‌ها اگر می‌خواید مبحث انتخاب کنید با حتما از معلم استعلام بگیرید، از من استعلام بگیرید، از استاد حیدری استعلام بگیرید، از مشاورهای حرفه‌ای کلاسینو استعلام بگیرید. اینجوری نیست که آقا من میام این مبحث انتخاب میکنم و میخونم، نه اینا ریزکاری هایی داره، پستی بلندی هایی داره. حسین جون اینو یه خورده خنکش میکنی یا من کتمو در بیارم؟ شکری. آره اینا هم از این در واقع مبحث بندی. بچه ها یه موضوعی میخواستم بگم که گفتم یادم میمونه. ببینید بچه ها حالا کاری که من انجام میدم، من کل سه تا کتاب و کل مباحث رو به شما تدریس میکنم. دانش آموزان زیادی بودن برای من پیام میفرستادن و احتمالاً الان هم خیلی هاتون ممکنه دارین تکس میدید که آقا ما صفر صفریم، کلاس تو به دردمون میخوره. ببینید جواب اینه که بله من از صفر شروع میکنم. اینو به تأیید دانش آموزانی که سالهای گذشته سر کلاس ما بودن، ما تو کلاس جامعمون از صفر شروع میکنیم. من فعلا جو نکته و تست و همایش نمیخوام صحبت بکنم، اینجا کلاس جامعه، کلاسیه که داره از تیر ماه شروع میشه. من یک سال فرصت دارم، حالا بگیم تا عید من 8 ماه فرصت دارم. برای ما از صفر شروع میکنیم، گاهی اوقات از زیر صفر شروع میکنیم، ما گاهی اوقات با مواردی مواجه میشیم که لازمه جمع و تفریق های معمولی رو هم با هم دیگه کار کنیم. اما بچه ها ببینید من نه خودم به جای شما تصمیم میگیرم، این اجازه رو هرگز به خودم نمیدم، نه به دانش آموزان اجازه میدم که برای دیگران تصمیم گیری بکنن. یعنی چی؟ آقا من کل ریاضی رو به شما درس میدم، پس من نمیام جای تو تصمیم بگیرم بگم آقا خب اینو درس نمیدم بهت، اینم درس نمیدم بهت، کلش رو تدریس میکنم. خودت حالا تصمیم میگیری به کمک مشاورت یا نه به کمک خانواده، پدر، مادر، برادر، خودت تصمیم میگیری که آیا کل این مباحثی که مازه داره برای تدریس میکنه میتونی از پسش بر بیای خوب کار بکنی یا نه بهتر بعضیش رو انتخاب بکنی. پس من موظفم صفر تا صد همه چی رو به تو تدریس بکنم و این تویی که تصمیم میگیری که کلش رو یاد میگیری یا نه برخی از مباحث رو انتخاب میکنی. دوستانی که میخوان برخی از مباحث رو انتخاب بکنن الان دوستان عزیز بزرگوار در واقع ادمین ها و برنامه ریز خود کلاسینا الان اینجا حضور دارم، در حضور خودشون دارم میگم، هر جلسه که ما درس دیدیم عنوان مبحث رو براتون میذارن توی چنلتون، توی چی میگن اونو، پنل کاربریشون، آره میذارن براتون، میگه آقا محمدزاده امروز فلان مبحث رو تدریس کرد، یا من مثلا طرح درس بهتون میدم که آقا من فلان روز میخوام فلان مبحث رو تدریس کنم. شما مثلا میخوای مثلا فقط تو مباحث سال 12 باشی، آقا طبق طرح درس دیگه میدونی از کی باید بیای سر کلاس، بنابراین من کامل تدریس میکنم، شما میتونی تصمیم بگیری کدوم رو بخونی. البته اعتقاد من اینه که بهتر همه رو بخونید. آقا وقتی داره صفر تا صد آموزش داده میشه و کنکور هم رقابتیه، هر چی بیشتر کار کنی به نفع خودته. پس این از من جای تو تصمیم نمیگیرم،
اما یعنی چی نمیذارم دانش آموزان جای دیگران تصمیم بگیرن؟ بچه ها این از اون صحبت هایی که میخوام بیام جلوی در واقع دوربین